مرجعیت شیعه طی سخنانی فرمودند اگر به فرامین اسلام حقیقی که در حکومت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی به صورت قانون وجود داشت عمل میشد جامعه اسلامی شاهد مشکلات امروز خود نبود بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی مدظله که در درس خارج خود به مناسبت ولادت با سعادت حضرت محمد صلی الله علی علیه و امام صادق علیه السلام سخن می گفتند با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام که دلیل رسالت خود را کامل کردن مکارم اخلاق عنوان فرمودند افزودند اگر ارزش های اخلاقی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و به ارمغان آوردن به ثمر می رسید دنیا برای همه مخلوقات به بهشت تبدیل می شد مرجعیت شیعه تاکید کردند باید به قوانین حکومتی پیامبر که از اخلاق ایشان ناشی می شده پرداخته شود و سپس ادامه دادند طبق این قوانین در حکومت پیامبر مالیات بر ارث وجود نداشت و اگر شخصی از دنیا می رفت و خانواده نیازمندی از او برجا می ماند حکومت اسلامی موظف به رسیدگی به آنان بود و حتی اگر شخصی مدیون از دنیا می رفت حکومت اسلامی موظف به پرداخت دینهای او بود ایشان افزودند تصور کنید اگر تنها همین قوانین حکومت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به اجرا در می آمد تا چه اندازه مشکلات مالی و اجتماعی امروز از بین می رفت و این تنها گوشه از مکارم اخلاقی خاتم الانبیا است. بزرگ مرجع جهان تشیع در ادامه به یکی از شخصیت هایی که در تفاسیر شیعه و سنی از آن به عنوان یکی از منافقانی که سالها به پیامبر اسلام اهانت کرده و ایشان را در کارزارها تنها میگذاشت اشاره کردند و گفتند پس از مرگ این شخص پیامبر اکرم پیراهن خود را برای کفن او فرستادند و فرمودند من امید دارم که بر اثر این برخورد امثال او هدایت شوند و همین گونه هم شد و هزاران نفر از منافقان توبه کردند و از مولا حفظودند در کجای دنیا میتوان چندین سال علنا به رئیس حکومتی توهین کرد و در آخر چنین برخوردی دید, پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله با این عمل کرد به ما یاد دادند که باید به وسیله مکارم اخلاق نفاق در جامعه را هدایت کرد و به آن جهت مثبت داد مرجعیت شیه در پایان سخنان خود فرمودند امروز دو مسئولیت بزرگ بر عهده همگان است اول اینکه جهانیان را از ناآگاهی در خصوص سیره پیامبر صلی الله خارج کنند و این مکارم اخلاق به دنیا رسانده شود چرا که پیامبر برای همه مردم جهان هستند و دوم اینکه آنچه بعد از شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله علی به نام اسلام اجرا شد و چهره اسلام را خدشه‌دار کرد به جهانیان شناسانده شود ایشان تاکید کردند این دو وظیفه باید از سوی همگان به اجرا درآید تا بلاغ مبین صورت پذیرد